سلام خدمت دوستای عزیزم، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه، جیباتون پرپول و تنتون هم سلامت. امروز یه ویدیو دیگه داریم با هم دیگه. خیلی ممنونم که همیشه ما رو حمایت میکنید. خیلی سریع بگذاریم خدمتون بگم، امروز 18 آبان سال 1403 بعد از ظهر اومدیم به 10 متری ارامنه، همون جایی که خیلی شما درخواست داشتید که ازش ویدیو بگیریم. تابلوشو با هم دیگه دیدید، با هم دیگه تماشا کردیم و ازش گذر کردیم و قسمتی که داشتم سلام علیک میکردم با تون و الان توی خود خیابون 10 متری ارامنه هستیم. سعی میکنم که امروز خیلی خوب پوشش بدم این خیابون رو. خیابون زیاد بزرگی هم نیست و سعی میکنم که اکثر کوچه پس کوچه هاش رو براتون ویدیو بگیرم. اولین کوچه که میخواییم با هم دیگه ببینیم کوچه زندیه، نمیدونم در گذشته اسمش چی بوده، ولی خب یکم ما هم دیگه داخلش قدم بزنیم، بافتش رو ببینیم. اونهای نو دیده میشه طبیعتاً و همچنین خونه های قدیمی ترکیبشون کنار هم و باز پا گذاشیم به یکی دیگه از محله های ارامنه، یکی دیگه از محله هایی که ارامنه عزیز توش زندگی کردن. خب ارامنه های تهران بیشتر در بهجت آباد، مجیدیه هستن، یعنی به طوری که محله مجیدیه که میری اصلا میشه گفتش که نصف بیشترشون ارمنی هست و یکی از دوستان فکر می‌کنم گفت واژه ارامنه رو استفاده نکنیم، جوری عربیه، مثلا به جاش بگو ارمنیان یا ارمنی ها، نمیدونم درسته یا نه. شب خدمت رو میگفتم خیلی تو مجیدیه بسیار زیاد هستن عزیزان و خب اینجا هم کلی اسمش مشخصه دیگه، کلا دوربر محله نظام تو محله نظام آباد هستیم یا سبلان بهش میگن، نظام آباد قدیم. اینجا هم ارمنی ها بسیار زیاد هستن و اما کلا این بسیار زیادی که دارم بهتون میگم، خب آمار ارمنی ها رو توی کل ایران میدونید دیگه، جمعیت زیادی ندارن و یه چیزی در حدود 80 تا 120 هزار نفر هستن و اونقدر زیاد هم نیست جمعیتشون. ببینید چه کوچه ای پیدا کردن، اصلا کاملا مشخصه دیگه چقدر قدیمیه. این ویدیو رو حتما برای ارامنه، مثلا گفتم ارامنه، نمیدونم حرفمو دوستم گوش بدم یا نه، ارمنی ها، این فیلم رو حتما برای ارمنی های عزیز بفرستید، خوشحال میشن. کمان که تو ویدیوهای قبلی که مرحله های ارمنی نشین رفتیم خیلی دوست داشتن، بازدید زیاد خورد و همه خوشحال شدن. محله های نارمک، محله اون خیابون پدرسانی، خیابون شیرمرد، اینا رو که ویدیو گرفتیم خیلی خوشحال شدن. مجیدیه که قدیم ترها رفتیم و محله 10 متری ارامنه هم که خیلی پیشنهاد داشتیم، تو کامنت ها همیشه میگفتن که این ارمنی ها تو ایران روزه آسونی و سپری نکردن، روزه سختی داشتن، از اون طرف زمان شاه عباس، از اون طرف زمان نادرشاه، روزه سختی داشتن دیگه. برید بخونید، حالا شاید خیلی هاتون رو اصلا بهتر بدونید ولی کافیه سرچ بکنید ارمنی ها در ایران، تاریخششون رو بخونید، حالا روزشون رو زمان قدیم بدونید چجوری بوده. روزه سختی داشتن، روزه که خیلی آزار و اذیت میدیدن و هی مهاجرت های اجباری بهشون میخورد، از تبریز به اصفهان، از اصفهان نمیدونم به تهران، بعد اومدن اون کلیسایی که توی مولوی مثلا اسمشو فراموش کردم و ساختند و به تهران جمعیتشون رو افزایش رفت و کلا روزای بسیار سختی رو گذروندن، خصوصا زمان شاه عباس و میشه گفتش که تازه در زمان قاجار مثل یک شهروند ایرانی حقوق میگرفتن و که خورده متحول شد اوضاعشون
بعدی از قاجار بادم که خب به این صورت دارید میبینید دیگه، پهلوی و این بر سیستمی که الان درش هستیم. در طول تاریخ هم به فعالیت های مختلفی مثل زرگری و جوارسازی و نمیدونم شمشیرسازی و تپانچه سازی و پوست دوزی، خیاطی، عکاسی، پزشکی و خیلی حتی داروسازی، خیلی از مهارت های مختلف رو ارمنی ها درش استعداد داشتن و فرا گرفتن و خدمت کردن به ایران. و تو ویدیو قبلی هم داشتم میگفتم خیلی دوستان مکانیک های بسیار خوبی هم هستن. ما اولین های ارمنی هم بسیار داشتیم. سازنده اولین فیلم سینمایی ایران به نام آبی و رابی به اسم آقای آوانس اوهانیانس بوده اگه درست بگم خدمتون، که ایشون سازنده اولین فیلم سینمایی ایرانی بوده. یا مثلا بخوام اشاره بکنم به اولین هنرپیشه زن ایرانی که مادام سیرانوش بوده اگه درست بگم. میخورده اسم فامیلی های ارمنی سخته و کاش بتونم که درست بگم خدمت شما. کارو لوکاس پدر هوش مصنوعی ایران، اولین نماینده ارمنی ها در مجلس شورای اسلامی، یوسف میرزایانس اگه درست بگم، مؤسس اولی شرکت بیمه تو ایران الکساندر آقایان، پدر روانشناسی نوین ایران هاراتون داویدیان، مؤسس اولین بانک ایرانی به نام بانک بوداقیان که به اسم آقای جبرائیل بوداقیان بوده. همه رزومه ارمنی ها رو میرسونه که چقدر آدم های بسیار تحصیل کرده مشخص و میشه گفتش که خدمت بکنی بودن به ایران. خیلی خیلی ما اولین ها داریم و میتونید اینا رو کاملا در گوگل بخونید. ما اولین های ارمنی بسیار زیادی داریم. بنیانگذار تئاتر نوین ایران شاهین سرکیسیان، اولین رئیس پلیس ارمنی که یپرم خان بوده و از این دست ها بسیار هست. ما در زمانهای گذشته، حالا فکر نکنید که فقط ارامنه از طریق این درگیری ها و بروبیاهای شاهان مختلف و سران حکومتی و اینها باعث شدن که جا به جا بشن. خب ما در گذشته ارامنه یا داشتیم که از طریق ایران تجارت میکردن به هندوستان و در کل ارامنه خیلی تجار بسیار قوی بودن در گذشته. و اصلا خارج از این بحثا فکر کنم یه قبرستونی توی شیراز باشه که اصلا یه سری قبرها اونجا پیدا شده که اصلا خارج از این درگیری یا خارج از این دوره تاریخ خدمت شما عرض کردم ارامنه اونجا دفن شدن و این بعدا حالا اومدن
کشف کردن، حالا به طور خلاصه دارم خدمتتون میگم، خیلی جزئی تره، و متوجه شدن که اصلا ارامنه به ایران رفت آمد داشتن، گذر میکردن و خب سرزمین ارمنستان به منزله یه چهار رایی که میشه گفت آسیا رو به اروپا وصل میکنه و از زمان قدیم بازرگانان ارمنی کالاهای کشورهای آسیایی رو به اروپا صادر میکردن و فرآورده‌های کشورهای اروپایی رو حالا میآوردن به کشورهای آسیایی. شاه عباس هم ابریشم ها رو به وسیله بازرگانای ارمنی صادر میکرد. بازرگانای ارمنی هم ابریشم ها رو از انبار سلطنتی تحویل میگرفتن و در کشورهای اروپایی میفروختن و در عوض کالاها و همون فرآورده کشور اروپایی رو خریده و به ایران میآوردند و سپس بهای ابریشم ها رو به خزانه شاهی میپرداختن. خلاصه که خیلی رفت آمد ها زیاد بوده، اینجوری نبوده فقط به خاطر این درگیری ها و مهاجرت های اجباری که اتفاق میافتاده ارمنی ها فقط جابجا شده باشن، نه به هر حال بودن میرفتن میمدن، خیلی همه یه تعدادشون اصلا توی همین ایران زندگی میکردن به واسطه این شغل تجارتی که داشتن و در حال حاضر هم تو کشور ارمنی ها در شهرهای مختلف هستن، حتی در بوشهر، در شیراز، در تبریز که بسیار زیاد ما کلیسا داریم، فکر کنم بیشترین کلیسایی که داریم واسه تبریز اصفهان باشه دیگه آذربایجان، و حتی در شهرهای کسانی کسی فکرش هم نمی کنه ما ارمنی داریم، ولی خب کم هم. خیلی تعدادشون کم تر، مثلا در حد شاید مثلا 10 تا 20 تا 50 تا 60 خانوار باشن. بیشتر ارمنی ها واسه همین تهران و آذربایجان و اصفهانه. خب خیلی هاشون هم تو سالهای اخیر از ایران رفتن که جمعیتشون دیگه رسیده بین 80 تا 110 120 هزار نفر، خیلی هاشون خوب رفتن دیگه. این کوچه رو با هم دیگه نگاه کنیم، چقدر ساکت، چقدر بی سر و صدا، بلان فکر کنم چند تا خونه داخلش هست، اکثرا همه کوچه ها اینجا بن‌بسته. تو تهران هم که بازی من خدا مهاجرت اجباری داشتن از بهجت آباد، نمیدونم چی شده بود زمان پهلوی،
گفتم باید برید مناطق دیگه که اومدم، حالا شرق تهران انتخاب کردن، مجیدیه و ارمنی ها بیشتر دو شرق تهران دیگه، حالا من زیاد تو غرب نمیشستم اگر ارمنی باشه، ولی خب بازم یه مهاجرت اجباری بشوندن. و البته فکر میکنم یه کمک مالی هم از طرف دولت داشتن، حالا نمیدونم، فکر میکنم، و اومدن به شرق تهران خونشون عوض کردن، یعنی از بهجت آباد اومدن اینور. اینم که دبیرستان دختران فروغ 1350 تأسیسش. گفتم شاید عزیز اینجا درس خونده باشه و تصویری ازش بگیریم. اکثر این کوچه‌ای که میریم دیگه خودتون میبینید دیگه، چقدر خونه‌های قدیمی و دنجی دیده میشه، و حتی تو همین خیابون اصلی ارمان هم که داریم آدم میزنیم، این بافت سنتی کلن مشاهده میشه و اینجور نیست که همش آپارتمان و خونه‌های نوساز ببینیم. واقعا تو همین راست اصلی هم خونه‌های بسیار قدیمی دیده میشه کاملا.
خب رسیدیم به یک کلیسا، کلیسای وارتان مقدس، که با هم دیگه ببینیم سردرشو. چقدر دوست دارم یه روز برم داخل کلیسا، هنوز تا حالا تا به اینجای زندگیم داخل کلیسا نرفتم که ببینم چجوریه، ولی یه روز حتما این کارو میکنم. کلیسای وارتان مقدس، این کلیسا رو سال 1365 مثل این که ساختن، کلیسای بعد انقلابیه. هوا هم یواش یواش دیگه داره تاریک میشه، نه یه جورایی مساوی شد با انتهای ویدیو ما. خدا رو شکر نورو داریم هنوزم. این دبستان خیلی توجه منو جلب کرد، دبستان ملی اسرائیل ساهاکیان، مثل سال 1337. یه جالب بود کنار کلیسا.
انتهای ویدیو رسیدیم و امیدوارم که لذت برده باشید. حتما ما رو حمایت کنید از طریق لایک و شیر کردن این ویدیو. بعضی از رفقا هم که لطف دارن حمایت مالی میکنن، ممنونیم ازشون. امیدوارم که همیشه تنتون سلامت باشه. من خدمتتون مرخص میشم، امیدوارم که تا ویدیو بعدی هم زنده باشم، بتونم که براتون محله گردی بکنم. فعلا خدا نگهدارتون.